در حالی که موسیقی غربی در ایران ممنوع است، گروه‌های بومرانی و دماکرز بخشی از موسیقی زیرزمینی پررونقی هستند که موزیک راک، بلوز و کانتری را به سبک ایرانی ارائه می‌کنند. گروه کانتری بومرانی می‌خواهد به ریشه‌های ایرانی خود وفادار بماند و به همین دلیل تنها به زبان فارسی می‌خواند. با انتشار آلبوم آسمان زرد و خورشید آبی توسط آیتونز، علاقه‌مندان می‌توانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند. اصولاً تمام خرجش رو ما خودمون داریم میدیم، از اجرایی که میذاریم گرفته تا ماهیانه پولی که خودمون جدا جدا برای بند میذاریم تا بتونیم کار رو انجام بدیم. چون گروه زیرزمینی گروه نیستش که درآمدی داشته باشه، به طب خب حمایت کننده مالی هم وجود نداره. با اینکه موسیقی سنتی ایرانی و بعضی از گونه های پاپ در سالهای اخیر رونق داشتند، ولی سبکای راک، کانتری و هیپ هاپ منحصرا زیرزمینی باقی ماندند. بسیاری از گروه ها حتی به دنبال دریافت مجوز ارشاد هم نمی روند و تنها در جستجوی امضای قرارداد با شرکت های ضبط و پخش موسیقی خارجی هستند. یعنی کاری که ما میکنیم غیر قانونی نیست به نظر من. این اسمیه که روش میذارم. کاری که ما میکنیم فقط مجوز نداره، مجوز ارشاد نداره. مبارزه هنرمندان ایرانی با سانسور دولتی موضوع فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد ساخته بهمن قبادی بود. وی جوانانی را به تصویر میکشید که با هدف دنبال کردن آرزوهایشان در زمینه موسیقی با خرید پاسپورت های تقلبی به لندن میروند. گروه ایندی راک دماکرز در سال 2009 میلادی شکل گرفت. خیلی کار آسونی نیست لیبل گرفتن، واسه اینکه الان سطح موزیک تو دنیا اینقدر بالاست که ما اصلا اونجا نیستیم و نمیدونیم میوزیک سین اونجا چیه. واسه همین باید هی موزیکای جدیدو گوش بدیم بفهمیم تا بتونیم خودمون به اون سطحی برسیم که لیبل بیاد سمتمون اصلا. ولی قضیه اینه که اول از همه باید بتونیم یه فستیوالی که حالا بهمون دعوتنامه میدن از طریق حالا آمریکا ما می‌خوایم کارو بکنیم که بتونیم اگه اون دعوتنامه کارمون رو ردیف کنیم بریم اونجا ساز بزنیم. در کشوری که 70% آن را جوانان زیر 30 سال که هیچ خاطره ای از دوران قبل از انقلاب ندارند تشکیل می دهد، در نتیجه گسترش ماهواره ها و دسترسی به اینترنت، موسیقی و فیلم غربی در بین جوانان محبوبیت زیادی دارد. Bloody excuses, and maybe life's not meaningless after all.